درس روز نمیریم. چرا سمت درس روز نمیریم؟ دلیل داره. به خاطر اینکه اون روز شما مطلب رو یاد گرفتی، وقتی برمیگردی خونه 50-60% 40% مطلب در ذهنت هی مرور میشه. چون این مطلب در ذهنت هست، تو فرض میکنی که 100% رو در ذهنت داری و نمیری دنبال ادامه مطلب. میگی من که امروز یاد گرفتم این درس رو، من که دیگه مشکلی ندارم، من که سر کلاس همه رو یاد گرفتم. حواست نیست که به مرور زمان از حافظه تو داره کم میشه و این اتفاق متاسفانه به جایی میرسه که بچه ها ادامه نمیدن، درس روز رو نمیخونن و بعد اتفاقهای عجیب غریبی میفته. حالا درس روز چرا خوبه؟ درس روز چرا خوبه؟ یعنی معلم امروز درس داده، شما میرید خونتون، شروع میکنید به در واقع دوباره اون خوندن و اون مطلب، تمرین حل کردن، تست زدن و و غیره. چرا خوبه؟ ببینید زمانی که معلم اون روز درس میده، شما بعد از ظهرش میرید خونه میخونید، سرعتتون به شدت بالاست. سرعتتون بالاست. چرا؟ چون مطلب همون روز به شما درس داده شده و شما هر باگی که بهش بر بخورید سریعا یادتون میاد. میگه آه یادم اومد معلم تو کلاس اینو گفت، آه یادم اومد این نکته رو از اینجا گفت، آه این تسته و تمرینه رو اینجوری حل کرد. سریع یادت میاد. اما فرض بکن یک هفته بعد میخوای بری سر اون درس، چه اتفاقی میفته؟ تا بخواد یادت بیاد، تا بخواد بگی او این چجوری بود، آدم یادش میره دیگه، به هر حال انسانه. چند درس مختلف، چند روز مختلف اضافه شده. تا شما بخواید بیاید اونو بررسی بکنید و خدمتتون عرض بکنم که تحلیل بکنید، زمان زیادی رو از شما میگیره و متاسفانه اون بازدهی لازم رو هم نداره. پس یک، سرعتتون بالاست. دو، مدیریت زمانتون بالاست. سه، بازدهی بالاتری رو شما میتونید از درس روز داشته باشید. پس دو تا قانون شد، یکی قانون هدف گذاری، دومین قانون قانون درس روز. اما بریم در قانون سه در برنامه ریزی. در برنامه ریزیتون حتما باید زمانی رو برای خلاصه نویسی قرار بدید. اگر در برنامه روزانت، روتین روزانت قسمت خلاصه نویسی نداری، داری اشتباه میکنی. خلاصه نویسی به نوعی شما رو میتونه تقویت بکنه، به نوعی کمک حال شما در روزهای سخت و پایانی امتحانات و کنکور و غیره هست. خلاصه نویسی برگه های طلایی هستش که شما میتونید در زمانی که استرس و حجم کار و داستانهای مختلف رو دارید ازش به نحو احسن استفاده بکنید. خلاصه نویسی فایده ای داره که هیچ کس نمیتونه اونو انکار بکنه. خلاصه نویسی فایدهش چیه؟ شما فرض بکنید که 100 صفحه کتاب دارید. وقتی اومدی خلاصه نویسی کردی، اینو در 10 صفحه، 5 صفحه، 15 صفحه کل مطلب رو 20 صفحه خلاصه نویسی کردی. حالا این خلاصه نویسی که تو کردی از حجم کارت داره کم میکنه. تو وقتی یک کتاب 100 صفحه‌ای ببینی یا یک 14 15 برگه 20 برگه ببینی، قاعدتا هم تمایلت به خوندن اون کمتر است، هم از دید استرس و استراب به دور میشی. چون وقتی آدم یه حجم زیادی میبینه، وای خدا من اینو چجوری بخونم تو این زمان کم، چجوری در واقع این ذهنت رو میریزه به هم و از برنامه ریزی و هدف گذاری تو رو دور میکنه. ولی وقتی که 14 15 تا برگه، 20 تا برگه از 100 صفحه، 200 صفحه کتابت داری، دیگه با خیال راحت میری. و نکته آخر که بسیار مهم